جنسیت زدگی یا سکسیسم اندیشه ایست که انسانها را بر اساس جنس و جنسیت طبقه بندی می کنند. جامعه شناسان بین جنس و جنسیت تفاوت می گذارند. جنس به تفاوتهای بیولوژیکی بین زن و مرد اشاره می کند. تفاوتهایی که با آن به دنیا می آیند. اما جنسیت اکتسابی است و شامل ویژگی هایی می شود که از طرف جامعه به زن و مرد داده می شود. جنسیت زده ها یا سکسیست ها انسان ها را بر اساس جنس و جنسیتشان پیش داوری می کنند. مثلا اگر پسری مسئله ریاضیش را درست حل نکند به او می گویند که ریاضیاتش ضعیف است. اما اگر دختری همان اشتباه را تکرار کند می گویند دخترها ریاضی بلد نیستند. یعنی اشتباه آن دختر را به جنس و ماهیت وجودی او ربط می دهند و نه توانایی های فردی و یا شرایط محیطی. در ابعاد بزرگتر این اندیشه منجر به ضعیف انگاشتن یک جنس و برتر دانستن جنس دیگر می شود و همین مبنایی برای تبعیض و بازداشتن زنان از انجام برخی کارها در حوزه های مختلف. جنسیت زده ها گاهی با رویکردی خصمانه و با پس شمردن زنها این تبعیض را توجیه می کنند و برخی نیز با رویکردی ظاهراً خیرخواهانه زنان را موجوداتی زیبا و شکننده می دانند که باید از آنها محافظت و حمایت کرد. اما در هر دو حالت زن را جنس دوم به حساب می آورند. جنسیت زدگی شاید قدمتی به اندازه ی آفرینش انسان داشته باشد که ردپای آن در بسیاری از سنت‌های مذهبی و فرهنگی دیده می شود. مثلا در داستان مربوط به آفرینش انسان در کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان خداوند زن را از دنده مرد آفریده است. متون مقدس هندوها همسر خوب را زنی توصیف می کنند که ذهن، زبان و بدن خود را در اطاعت از شوهرش قرار دهد. در قرآن نیز آمده اگر زنی از شوهرش اطاعت نکند مستحق مجازات است. در یونان باستان زنان همواره صغیر محسوب می شدند. در قرون وسطا در بخشهایی از اروپا تمام دارایی های زن با ازدواج به تملک شوهرش در می آمد. کلیسا نیز قرنها با مخالفت های خود فرصت های آموزش زنان را محدود کرد. یکی از ملموس‌ترین موارد جنسیت زدگی در حیطه زبان و ادبیات جریان دارد، چه در جوک‌ها و محاوره‌های روزمره و چه در ضرب المثل و شعر و داستان. سیمون دو بووار، نویسنده و روشنفکر فرانسوی، در کتاب جنس دوم خود به جنسیت زدگی در زبان و فرهنگ اشاره می‌کند و می‌گوید وقتی زنی می‌خواهد خودش را معرفی کند با عبارت من یک زن هستم شروع می‌کند، ولی هیچ مردی این کار را نمی‌کند. زبان جنسیت زده به زبانی گفته می شود که به تبعیض‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تحقیر زنان دامن می زند. مثلا در زبان فارسی، چیزی که از عبارت زن و بچه مردم برمی آید این است که افراد تشکیل دهنده مردم مردان هستند. بنابراین زنها و بچه ها جزئی از مردم به شمار نمی آیند. در زبان جنسیت زده معمولاً صفات منفی به زنان و صفات مثبت به مردان نسبت داده می شود و با آنکه در همه زبانهای دنیا دیده می شود ولی شدت و میزان اثر آن در جوامع غیر دموکراتیک و مذهبی نسبت به جوامع دموکراتیک و سکولار بیشتر است. جنسیت زدگی عرفی شاید یکی از فراگیرترین انواع نگاه جنسیتی باشد. در بسیاری از کشورها کارهایی هستند که انجام آن از سوی یک زن ناپسند است، در حالی که اگر مردی همان را انجام دهد نه تنها ناپسند نیست بلکه ممکن است کاری پسندیده هم باشد. مثلا در برخی کشورها از جمله بخش‌هایی از افغانستان، پاکستان و نیجریه با آنکه تحصیل دختران در مدارس به صورت قانونی منع نشده اما بسیاری از مردم آن را ناپسند می‌دانند. یا در آمریکا با آنکه به لحاظ قانونی زنان و مردان باید برای انجام کار یکسان دستمزد یکسان بگیرند اما هنوز هم زنان زیادی در ازای کار برابر دستمزدی کمتر دریافت می‌کنند. در ایران نیز حضور زنان در ورزشگاه‌ها منع می‌شود و بیشتر مردم سیگار کشیدن و خندیدن با صدای بلند در اماکن عمومی را برازنده زنان نمی‌دانند. جنسیت زدگی قانونی یکی از بدترین اشکال جنسیت زدگی است که به تبعیض میان زن و مرد مشروعیت قانونی می دهد. با آنکه هر گونه تبعیض بر اساس جنس و جنسیت در اعلامیه جهانی حقوق بشر منع شده اما هنوز در بیشتر از 100 کشور دنیا قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان وجود دارد. مثلا بعضی از قوانین مربوط به خانواده در کشورهایی مثل اوکراین، ترکیه، مصر، اسرائیل و ژاپن تبعیض‌آمیز هستند. یا در تایلند، نیجریه، جمهوری کره و کانادا قوانین مربوط به تابعیت زن و مرد متفاوتند. در ایران نیز بسیاری از قوانین از جمله قوانین مربوط به خانواده، ارث و دیه تبعیض‌آمیز هستند. برخلاف انتظار عمومی، جنسیت زدگی مردان را در موقعیتی بالاتر قرار نمی‌دهد و در نهایت به ضرر آنها نیز هست.
جنسیت زدگی منجر به تبعیض و گاه اعمال خشونت می شود که دامنگیر تمامی اعضای آن جامعه می شود. این تبعیض ریشه های خود را گسترش داده و به مردان هم می رسد. به این معنی که مردانگی مردان بر اساس ارزش های خاصی تعریف می شود و در نهایت بعضی مردتر و بعضی به دلیل نداشتن خصوصیت های ایدئال مردانگی تحقیر می شوند.